سلام دوستان، به کانال ستاره کوکینگ خیلی خوش اومدین. امروز با آموزش کوکوی مرغ در خدمتتون هستم که به راحتی تهیه میشه و طعم لذیذی هم داره. من یه دونه سینه مرغ رو به همراه یه تیکه رون مرغ پختم و ریش ریش کردم با یه مقدار آب، زردچوبه، نمک و ادویه و فلفل، پیاز و دو حبه سیر گذاشتم که این مرغ پخت. بعد که یه مقدار سرد شد ریشش کردم که توی تصویر میبینید. به چیزی دیگه که نیاز داریم پیاز هست و هویج، سیب زمینی و سیر. پیاز که میبینید این اندازه هست که من میخوام استفاده کنم. مقدار پیاز و هویج و سیب زمینی بستگی به مقدار مرغی هست که شما درست میکنید. یه دونه هویجم به این شکل هست، این اندازه من میخوام درست کنم. هویج خامه، سه حبه سیره و اینم که سیب زمینی. اینا رو من رنده میکنم و دوباره میرسم خدمتتون. دوستان من اینا رو رنده کردم. این پیاز هست، پیاز رو با رنده درشت رنده زدم، سیب زمینی و هویج رو بارنده ریز، اینم سیر، اینم بارنده ریز. یه مقدار که این رنگش تغییر کرده به خاطر این هویج هست. این چیز سبز رنگم که اینجا میبینین فلفل دلمه هست که اینم بارنده ریز رنده کردم که اگه دلتون خواست میتونین تو این کوکوی مرغ بریزید. حالا اینا رو من اضافه میکنم به این مرغ، سعی میکنم که این آب اضافه شون نیاد. از این چیز دیگه که اینجا اضافه میکنم یه دو قاشق آرد گندم هست. مقدار زردچوبه. ادویه. دارم فلفل قرمز. فلفل دیگه بستگی به ذائقه خودتون داره، فلفل سیاه و یه مقداری هم نمک. نمک رو خیلی نمیزنم چون که مرغمون هم نمک داشت. خب اینا رو یه مقدار مخلوط میکنم و بعد تخم مرغ رو دونه دونه اضافه میکنم. تعداد تخم مرغ هم مشخص نیست چون که اندازه تخم مرغ ها متفاوته، بنابراین یه تعداد مشخصی رو نمیتونم بهتون بگم. من این 4 تا دونه تخم مرغ رو تو این ظرف شکندم که از سلامتش اطمینان داشته باشم. اینو اضافه میکنم و مخلوط میکنم ببینم که بازم نیازی به تخم مرغ هست یا نه. تعداد کمه، من دوباره میشکنم تخممو باز بهش اضافه کنم. 3 تا دونه دیگه تخمه رو من شکندم اضافه میکنم و مخلوط میکنم. بعد از اینکه تخمه رو خوب مخلوط کردیم با این مواد یه مقداری میچشیم که اگر چیزی کم داشت اضافه کنید. حالا نمک، ادویه یا هرچی. تا اینجا من 7 تا تخم مرغ به این اضافه کردم. میگم چون سایز تخم مرغ ها متفاوته و خدا رو شکر دیگه تخم مرغ هم خیلی کوچیک شدن.
دیگه این تا همین حد میکنم کافی باشه. یه دونه دیگه تخم مرغ هم باز داخلش میشکنم مخلوط میکنم و بعد میرم برای سرخ کردن. دوستان من به مایه کوکوی مرغم یه مقدار دیگه نمک اضافه کردم و مخلوطش کردم و بلافاصله هم شما میتونین که اینو سرخ کنین. توی این تابه من یه مقدار روغن سرخ کردنی ریختم، گذاشتم گرم شده. الان شروع میکنم به اینکه از این مایه کوکوی مرغ داخل این روغن قرار بدم و سرخ کنم. میذاریم یه طرفش که سرخ شد برمیگردونیم، طرف دیگر رو هم سرخ میکنیم. دیگه من اینا رو سرخ میکنم. دیگه سرخ کردن که همه استاد هستیم، میدونیم که چجوریه. و بعد آخرش درست شدش رو تقدیم حضورتون میکنم. دوستان کوکوی مرغ رو من سرخ کردم، توی این ظرف گذاشتم. اینو هم میتونیم به صورت ساندویچ میل کنیم، همین که حالا اگر دوست داشتین در کنار پلو چیز دیگه هر جور که میل خودتونه. الان یه دونهشم من تیکه میکنم که بافت داخلش رو هم ببینید. تزیناتمون هم به هم خورد. ببینید داخلش به این شکله، ولی طعم بسیار لذیذی داره که مطمئنم اگر یه بار امتحان کنید دیگه همیشه اینا جزء برنامه غذایتون قرار میدیم. اینم خیارشوری هست که خودم درست کردم و آموزششم توی کانال قرار دادم. اگر دوست داشته باشین میتونین برید و نگاه کنید. امیدوارم از آموزش امروز لذت برده باشید. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدار.